و هم در جراحی در زمینه پا هست و مشکلات اون، از مسائل کوچک مثل فرو رفتگی ناخن تا مسائل بزرگتر مثل شکستگی مفصل پا، عرض کنم خدمتون عوض کردن این مفصل ها، مشکلات دیگه انواع اقسام درد هایی که توی پا میتونه به وجود بیاد، من میتونم به دوستان کمک بکنم. وبسایت من هست هالیوود فوت کلینیک، اسم معروف هالیوود به دنبال اون، فوت به معنای پا و کلینیک معنای درمانگاه یا آفیس یا مطب، hollywoodfootclinic.com. اگر توی سایت من تشریف ببرید تمام برنامه‌ای رو که من اینجا اجرا می‌کنم، اینها رو دانلود کردیم روی یوتیوب، تمام اون لینک ها یا اون دکمه هایی که شما روی صفحه فشار میدید و شما رو میبره به اون سایت مخصوص، همه اینها به فارسی موجود هست. تمام اینها رو من گذاشتم که دوستان عزیزم در سراسر دنیا که برنامه من رو نگاه میکنند بتونند به اون دسترسی پیدا کنند و اگر برنامه رو اینجا میس کردن یا برنامه رو دیر باز کردن میتونن مجددا این برنامه رو نگاه کنن. دوستان عزیزی که از نقاط مختلف دنیا من زنگ میزنن، از استرالیا، از فرانسه، از جاهای دیگه، من با عرض معذرت باید خدمتشون بگم که توانایی این رو ندارم که به هر کشوری در دنیا زنگ بزنم، مشکلات شما رو مطرح کنم، باهاتون صحبت کنم. اگر که مایل هستین از من سوالی بکنید، لطف بفرمایید در طول برنامه به من زنگ بزنید. اتاق فرمان من فکر میکنم اکو هست اینجا، استدعا میکنم که اون اکو رو بردارید. بله، من از قبل از تمامی دوستان اگر که مشکلات فنی بوده در طول این برنامه معذرت خواهی میکنم، امیدوارم که این مشکلات به زودی برطرف بشه و همینطور روز به روز هم بهتر خواهد شد. عرض کنم خدمتون که اگر در گفتگوهای من، در سخنان من اشتباهاتی هست، لطف بفرمایید با من تماس بگیرید، من رو روشن کنید، من خوشحال میشم. به هر حال در مقابل تلویزیون نشستن و صحبت کردن گاهی اوقات دچار اشتباه میشه، حرفایی رو میزنه که شاید دقیق نباشه، امیدوارم که اینطور نباشه. از دوستان عزیزی که میخوان با من تماس بگیرن در طول این برنامه استفاده میکنم صبر کنن تا بعد از بریک، بعد از اینکه ما طبق معمول اون زنگ تفریحمون رو میگیریم و آهنگ پخش میشه اون رو بگذاریم، بعد از اون من اعلام میکنم و تلفن بفرمایید. اگر که قبل از اون تلفن کنید، چون وسط برنامه هست من جواب نمیتونم بدم، در این حال موجب اختلال برنامه میشه و دوستان اتاق فرمان هم حواسشون پرت میشه، چون باید متمرکز کنن حواسشون رو روی اجرای این برنامه و فایل هایی که ما اینجا باز میکنیم. خواهش میکنم صبر کنید تا اون لحظه من به شما بگم. اتاق فرمان اگه لطف کنن اون فایل من رو باز کنن، من امروز میتونم راجع به این مشکل به خصوص پا صحبت کنم. امروز میخوام در مورد کوتاهی و بلندی پا صحبت کنم. کوتاه بلندی پا که مطمئنن شما دیدید در بعضی افراد که یک پاشون کوتاه‌تر از پای دیگر هست. مجدداً خدمت دوستان عزیزم مطرح میکنم که در زبان فارسی وقتی ما میگیم پا، که در واقع این پا همون کلمه سانسکریت و در زبان لاتین هم به همون معنا هست، ولی خب در زبان فارسی کاملا مشخص نیست که میگیم پاش، شاید منظور از بالای ران باشه یا از پایین زانو باشه یا از پایین مچ پا. در زبان انگلیسی به پا میگن فوت و اندام بین زانو و مچ پا رو بهش میگن لگ. از بالای ران تا زانو رو بهش میگن تای. اینا رو تفکیک میکنه که دقیقاً کجا مشکل هست. به هر حال اندام های انتهایی منظور همون اندام هایی هست که باش راه میریم، دو پای ما از بالای ران. همونطور که در این عکس میبینید یک کودکی هست که پای راستش کوتاه‌تر از پای چپش هست.
در بعضی افراد این کوتاه بلندی کاملا محسوسه، ولی در بسیاری از افراد محسوس نیست، چون کوتاهی و بلندی ممکنه چیزی در حدود 1 سانتی متر باشه یا 0.5 سانتی متر باشه و چیزی نیستش که به آسونی بشه اون رو تشخیص داد. اندازه گرفتن دو تا لم یا دو تا پاز بالای ران به پایین کار آسونی نیست، به خاطر اینکه قشای نرم یا همون عضلات و تندون ها یا تاندوم ها همه اینها اثر میگذارند و اندازه‌گیری اون حتی با دستگاه ایکس ری هم کار آسونی نیست. ولی به طور کلی ما در کلینیک میتونیم تا حدودی تشخیص بدیم که آیا در اندام دو اندام پای شما یا دو اندام انتهایی شما کوتاهی یا بلندی هست. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این هم باز یک عکس دیگه هستش که پای راستش به مراتب کوتاه‌تر هست از پای چپش، و اگر که دقت کنید ساق پای این فرد مقایسش کنید با ساق پای چپش کمی کوچکتر هست. قاعدتا وقتی که از عضوی به اندازه اون عضو قرینش استفاده نمیشه، منظور اینجا پای راست اگر به اندازه پای چپ استفاده نمیشه یا کمتر استفاده میشه، عضلات اون قسمت شروع به تحلیل رفتن میکنه، کوچکتر هست. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این نقاشی هستش از سیستم اسکلتی قسمت انتهایی بدن، من جمله لگن، دو استخوان فیمر و استخوان تبیا و فبیلا که زیر زانو هستن. همونطور که میبینید وقتی یک عضوی، یک پا کوتاه‌تر از پای دیگه هست، این کوتاهی و این نقص عضو در مسیر راه خودش به سمت بالا بقیه اعضا رو تحت تاثیر خودش قرار میده. ما بهش میگیم در زبان مدیسین moving up the chain، در مسیر زنجیره خودش. تمام بدن شما روی دو پای شما هستن، تمام وزن شما روی دو پای شما هست، تعادل بدن شما روی این دو پا هست. مکانیزم بسیار پیچیده ای هست. همونطور که مطلع هستین، کف پا، کف دست، تعداد سنسرها یا اون نرو هایی که تشخیص میدن که شما با سطح تماس میگیرید اون سطح چی هست، بیشتر از جاهای دیگه بدن هست. این سیستم تکاملی بدن بوده. همونطور که اگر یک سنگ کوچیک ریگی در کفش شما باشه احساس میکنید، خیلی احساس درد میکنید، احساس میکنید خیلی بزرگتر از اونی که هستش. و این سیستم مکانیزم تکاملی ما بوده، مکانیزم تکاملی ما بوده در طول میلیون ها سال. و این سنسرها اطلاعات رو میفرستن به مغز، مغز دستور میده به اندام های مختلف، به عضله ها، تندم ها، که کدوم یکی بیشتر منقبض بشه، کدوم یکی باز بشه، آزاد بشه. و این حالت مثل خیلی سادهش مثل افساری که دو افساری که به دهن اسب هست و اگر به چپ بره باید افسار رو به سمت چپ کشید، این مکانیزم خیلی پیچیده تری، ولی به همین صورت که یک عضلی رو میکشه یه عضلی دیگه رها میکنه که شما بتونید روی دو پای خودتون بیستید. عمل کردی هست مخلوطی از یا با همکاری از قسمت‌های مختلف مغز شما و ستون فقراتتون و سیستم‌های عصبی که در اندام‌های در کف پای شما هست. وقتی که شما پاتون بلند و کوتاه هست، این در نقاط مختلف دیگه اثر منفی می‌ذاره، در زانوتون، در لگنتون و بعد در ستون فقراتتون و همینطور سمت بالا در شانه هاتون. اگر لطف کنید عکس بعدی رو نشون بدید ممنون میشم. بله، این یک کارتون هست
اگر که تصویر رو کمی کوچکتر بکنید یا اون زیرنویس رو بردارید که هموطنان بتونن ببینند. بله، همونطور که میبینید پای در این کارتون یا نقاشی، پای سمت چپ این فرد کوتاه هست، در نتیجه لگن به سمت پایین منحرف میشه، در ازای اون ستون فقرات قوس به سمت راست میگیره و در نتیجه شانه یا شانه به سمت پایین منحرف میشه و همین به مرور زمان میتونه صدمه به زانو بزنه، صدمه به لگن بزنه، صدمه به لگن و ستون فقرات در اونجایی که با همدیگه در تماس هستن، قسمت سیکرال یا همان دنبالچه، استخوانی هست که در پایین ستون فقرات و ما بین لگد و صفحه یه لگن هست و همینطور ساییدگی در قسمت مختلف این استخوانهای ستون فقرات، همینطور در گردنتون و در شانه هاتون. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، اینم باز همون عکس رو نشون میده، همون مطلب رو به وضوح نشون میده. دیدید ستون فقرات پیچیده، پای سمت چپ کوتاه هست، لگن به سمت پایین خمیده و ستون فقرات به سمت راست و در ازای اون شانه منحرف میشه و همینطور ستون فقرات در قسمت گردن. اگر که به این مطلب، به این مشکل توجه نشه، باعث سایش این استخوان‌ها در مراحل مختلف میشه، باعث درد میشه و پنچ شدن این عصب‌ها که در نتیجه عوارض اون رو در نقاط مختلف بدن میبینید. عکس بعدی رو لطف کنید. اگر میشه این عکس رو کمی بزرگتر کنید ممنون میشم. عکس بعدی. بله، این سمت راست یا در سمت چپ شما، بستگی داره که جور به صفحه نگاه میکنید، شخصی رو میبینید که هیچ مشکلی نداره در کوتاه بلندی اندام پاشون، در نتیجه لگنشون و ستون فقراتشون همه صاف هستن. ولی در فردی که عکس شده سمت راست اون شخص میبینید، ستون فقرات پیچیده به خاطر اینکه پای سمت راستشون کوتاه‌تر هست. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این عکس فقط کوتاه بلندی این مشکلات که خدمتون عرض کردم، مانند پیچیدن ستون فقرات یا پایین بالا شدن لگن، به اینها ختم نمیشه چون بدن مکانیزم خیلی، ساختار خیلی پیچیده ای داره، مجموعه ای از حرکت های مختلف چرخشی و غیره هستن. وقتی که یک سمت کوتاه تر از سمت دیگه میشه، اندام ها، استخوان ها و عضلات همه حالت چرخش، هم انحراف های چرخشی هم پیدا میکنن. یعنی وقتی که شما یه سمت راستتون کوتاه تر باشه، لگتون یا اون قسمتی از پا که از زیر زانو شروع میشه به سمت داخل میپیچه، در نتیجه خود پا رو که از زیر مچ پا شروع میشه به سمت بیرون و یک سیستم انحرافی بسیار کامپلکس رو ایجاد میکنه که همه اینها در نتیجه باعث سایش مفصل ها میشه و موجب ناراحتی. عکس بعدی رو لطف کنید. و این یک اکس ری هست، اگر لطف کنید بزرگترش کنید ممنون میشم. کوتاه بلندی پا میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. میتونه به علت این باشه که استخوان فیمر، یعنی استخوانی که از لگن شروع میشه تا ناحیه زانو، اون ممکنه کوتاه باشه، همونطور که در این عکس میبینید.
پای راست این فرد سمت راستشون کوتاه‌تره، به خاطر اینکه استخوانی که از لگن شروع میشه و به زانو میرسه به خاطر اینکه این شخص اینجوری متولد شده، این فیمر کوتاه است که اونها رو میشه بلند کرد و راجبونم من صحبت میکنم. عکس بعدی رو لطف کنید. در این حال میتونه کوتاه بلندی پا به خاطر استخوان زیر پا باشه، یعنی استخوانی که از زیر زانو شروع میشه تا مچ پا، دو استخوان هستن. در بعضی بیماری ها که در کودکان هست به نام بلانس دیزیز، صفحه‌ای که باعث رشد استخوان میشه به سمت داخلی استاپ میکنه، ایست میکنه و سمت راست، سمت داخل استخوان رو رشد اون استاپ میشه، در حالی که به سمت بیرون اون استخوان همچنان رشد میکنه و استخوان حالت کمانی پیدا میکنه. اون هم میتونه باعث کوتاه بلندی پا بشه. یا اینکه این استخوان ها در اثر صدمه، فرض کنید مثلا در یک سانحه اتومبیل استخوانشون شکسته شده، چه اگر در دوران کودکی باشه رشد اون متوقف میشه، میتونه باعث ایست رشدی بشه. اگر در سنین بالا باشه ممکنه باعث از بین رفتن یا بستگی به اون صدمه داره، استخوان خرد بشه و وقتی که جوشش بدن اون استخوان کوتاه‌تر از سمت دیگه باشه. در این حال اگر که تمام این استخوان‌های اندام پا تماما مساوی هم دیگه باشه، هیچ مشکلی از بعد تولد یا در سر سانحه نباشه، ولی به علت از کار افتادن عضله ها یا از کار افتادن تاندوم ها پاتون بپیچه به سمت بیرون، همونطور که میبینید ما داریم نقاشی که اینجا هست، شما از پشت دارید به پای کسی نگاه میکنید از زیر مچ پا. تاندوم خیلی مهمی که در داخل پا هست که بهش میگن posterior tibial tendon، این تاندومی هست که میتونه پای شما رو به سمت داخل بچرخونه. در خیلی افراد به دلایل مختلف این تاندوم میتونه از کار بیفته و پا پیچش بکنه به سمت بیرون، که این در واقع میتونه کمک بکنه به دیولوب کردن بانیان. اگر که این حالت هم باشه میتونه باعث کوتاه بلندی پا باشه. پایی که میپیچه به سمت بیرون قاعدتا کوتاه‌تر از پای دیگر هستش که راسخ هست یا رکتس هست. در اینجا پای راست فرد به سمت بیرون پیچیده شده و پای چپ راسخ هست یا عمودی هست و در نتیجه پای راست کوتاه‌تر میشه. البته کوتاهی زیاد نیست، چیزی در 1 سانت، ولی به مرور زمان همین 1 سانت میتونه باعث صدمات مفصلهای مختلف هم در پا از زیر مچ پا و همینطور در زانو ایجاد بشه. عکس بعدی رو اگه لطف کنید. اینجا یک مقداری بالاتر اگه لطف کنید، اگر عکس این مقدار ببرید بالاتر سیارالی. در نقاشی وسط یا رسمی که در وسط این صفحه هست، پای رو نشون میده که نرمال هست، نوترال هست، یعنی هیچ انحراف به سمت چپ و راست نداره. در سمت چپ صفحه شما میبینید پای رو که حالت کمانی داره، اگر این فرد رو از جلو نگاه کنید در مابین دو اندامهای پا یک حالت کمانی هست، فاصله هست بین دو زانوشون. این فرد که در اینجا بهش میگن ورس در زبان مدیسن، این فرد میتونه قسمت داخلی زانوشون به مراتب زودتر و بیشتر سایده بشه تا فردی که پاش مثل اون عکس وسطی هست.
که به حالت یک نواخت و سیمتریک حرکت میکنه. همینطور در عکسی که در سمت راست صفحه هست، برعکس اون رو میبینید. این در واقع خلاف اون کمان هست، یا کمان به سمت بیرونی پا. اینها، این افراد میتونن قسمت بیرونی زانو رو زودتر و بیشتر صدمه بزنن، به خاطر اینکه اون تعادل وجود نداره، اون بالانس بودن لود یا بالانس بودن باری که وزنی که بر روی زانو میاد بیشتر روی سمت بیرون افتاده. به هر حال این انحرافات باعث این صدمات میشه و در سنین بالا میتونه برای شما مشکل ایجاد بکنه. اینی که اگر که مبتلا به چنین مشکلاتی هستین و حتی شما خودتون ممکنه حس نکنید، ولی با رجوع به دکتر و متخصصتون میتونه تشخیص بده، با کمی اجسمن توی کفشتون و یا تو کفشی مناسب میتونن جلوی بسیار از این انحرافات رو بگیرن. همیشه گفتم صبر نکنید تا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، وقتی که مشکلتون به مراتب بیشتر میشه سراغ پزشکتون برید، چون در اون زمان ممکنه که خیلی انحراف و صدمه بیشتر باشه. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، همونطور که میبینید باز به سمت، در سمت چپ. وقتی میگم در سمت چپ، چون من این عکسی رو که الان بهش نگاه میکنیم، فردی هست که روبروی من ایستاده. اینی که سمت راست صفحه در واقع پای چپ هست. همونطور که میبینید یک پراستیسس گذاشتن، یک مفصل مصنوعی لگن، استخوانی که در لگن، استخوان فیمر یا فمرال هد که به لگن وصل میشه، باعث شده که این شخص در باعث کوتاه بلندی پاشون شده. و این نکته خیلی جالب هست، مهمی هست، که میتونن کوتاه بلندی پای شما رو، اگر که در هنگامی که مفصل لگنتون صدمه خورده باشه یا در اثر آرتروز از بین رفته باشه، در اون زمان که اون رو عوض میکنن میتونن کوتاه بلندی رو اگر محسوس باشه جبران بکنن. در این حال اگر که اون پزشکی که این کار رو انجام میده اون پراستیسس یا اون مفصل مصنوعی رو بزرگ یا کوچیک بذاره، در فردی که قبلا کوتاه بلندی پا نداشته میتونه کوتاه بلندی ایجاد بکنه. کوتاه بلندی همچنین روی قشاهای نرم فشار میاره، اون سمتی که بلندتر هست عضلات رو بیشتر میکشه، یا این کشش این عضلات باعث دردهایی در نقاط مختلف لگن یا عرض کنم خدمتون کمرتون ایجاد بکنه. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این عکس لگن هست که همونطور که گفتم قسمت وسطی این رو بهش میگیم سیکرال بون، و اون دو پره اطراف اون بهش میگن ایلیاک یا همون لگن هست، و اون استخوان بالا ستون فقرات هست که وصل میشه به سیکرال بون و همون لگنتون. و اگر که در این انحراف باشه، در کوتاه بلندی پا باشه، قاعدتا یک سمت بیشتر بهش فشار میاد و سایش ایجاد میشه و باعث درد میشه و باعث آرتروس میشه توی اون قسمت. عکس بعدی رو لطف کنید. اندازه گرفتن هم که عرض کردم روش های مختلف داره، و این اندازه گیری کار آسونی نیست و نمیتونه 100% دقیق باشه، ولی یه آیدیایی به اون اگزامینر یا دکترتون میده که آیا پای راست یا پای چپتون بلندتر هست یا کوتاهتر هست، و با روش های مختلف سعی کنن که جبران اون کوتاه بلندی رو بکنن. عکس بعدی رو لطف کنید. اگر که این کوتاه بلندی زیاد نباشه، چیزی در حدود فرض کنید مثلا 1 اینچ یا 2 سانتی متر باشه، اینها رو میشه یا یه مقداری بالاتر پایین تر میشه با
گذاشتن وج یا گوه، ترجمه وج هست، یعنی پاشنه های مخصوصی توی کفشاتون، میشه اون رو جبران کرد اگر که اون انحراف بیشتر باشه با اجاست کردن یا تنظیم کردن بی پاشنه کفش شما و داخل کفش شما، این رو جبران بکنن. اگر عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این در یک فردی هست که خیلی کوتاه بلندی داره. همه افراد کاندیدای خوبی نیستن برای جراحی، گاهی وقتا این جراحی ممکن پذیر نیست یا در جایی که هستند این امکان نداره. به هر حال بستگی به اون انحراف داره، بستگی به اون کوتاه بلندی داره. کفش ها رو میشه مقداری از داخل و مقداری از بیرون اجاست کرد. اون کفش که در بالا هست قاعدتا خیلی کوتاهیش، کوتاه بلندیش بیشتر هست. کفش که در پایین هست به اون شدت نیست، ولی به هر حال پاشنه اون رو، کفی اون رو یه مقدار کلفت‌تر درست کردن. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این همون عکس های ایکس ری هستند که عرض کردن، پراستیسس یا اون مفصل مصنوعی که میزنن در قسمت لگن، میتونه خودش باعث کوتاه بلندی بشه یا میتونه جبران اون رو بکنه. اگر کوتاه بلندی وجود داشته، خود دکتر متخصص جراحتون با انتخاب درست این پراستیسس یا مفصل مصنوعی میتونه جبران کوتاه بلندی پاتون رو بکنه. عکس بعدی رو لطف کنید. عرض کنم خدمتون، در این یکی از وسایلی هستش که وسایل پیشرفته‌ای که در حال حاضر وجود داره که نه تنها میتونه استخوان رو رشد بده، بشکنه دکترتون و این وسیله رو وصل کنه و این استخوان به مرور زمان رشد بکنه، همین که اون دستگاه روش هست، در این حال میتونه حالت روتیشن، چرخش، انحرافات چرخشی اون رو هم میتونه جبران کنه. عکس بعدی رو لطف کنید. بله، این یک سیستم بهش میگن الیزراف. دانشمندی که اولین بار این کار رو کرد به نام دکتر الیزراف روسی بود که از دنیا رفتن. ایشون از اولین باری بود، اولین شخصی بود که با استفاده از داربست های بیرونی و از سیم هایی که از پا رد میشن یا به استخوان وصل میشن و از دو قسمت متحرک و ثابت تشکیل شده، کوتاه بلندی اون استخوانایی که کوتاه هستند جبران بکنه، به این صورت که استخوان رو میشکنن، این داربست ها رو بهش وصل میکنن. بعد از مدتی پیچ اجاستمنت داره، تنظیم داره که اونها رو میپیچونن و این دستگاه که در حال حاضر خیلی هم پیشرفته تر شده، اون سیستم اولی که دکتر الیزراف مطرح کرده بود خیلی به اصطلاح ابتدایی بود و میتونست فقط کوتاه بلندی رو، ولی به مرور زمان سیستم های دیگه بهش اضافه شد. خود ایشون هم در دیولپمنت یا پیشرفت اون خیلی کمک کردن و هم روتیشن هم انگولیشن، یعنی در زوایای مختلف و چرخش های مختلف میتونن این انحرافات رو جبران بکنن. عکس بعدی رو لطف کنید. همونطور که میبینید این فردی که پاش کوتاه هست، کودکی هست گویا، این وسیله بهش، این داربست که بهش میگن الیزراف اکسترنال فیکسیتر یا داربست خارجی، میتونه پا رو بلند بکنه. حتی این دستگاه ریسکای خودش رو داره، چون جسم خارجی از بیرون وارد پوستتون و داخل استخونتون میره، میتونه باعث عفونت بشه در بعضی افراد. کسایی که دیابت دارن و کسایی که در ریسک بالا هستن میتونن اینفکت بکنن، عفونت بکنن. شاید بهترین متد نباشه، ولی به هر حال مثل همه روش‌های جراحی هم خوبیایی داره و هم بدیایی داره. ولی بسیاری افراد که پاهاشون کوتاه بلند بوده یا دستاشون کوتاه بلند بوده، این دستگاه تونسته جبران اون رو انجام بده. دستگاهی خیلی پیشرفته تری از اینم هست، بعضیشون موتورایز هست، موتور داره و با سیستم کامپیوتری، ولی خیلی از دکترهای جراح از این الیزراف یا رینگ ها استفاده میکنن. این عکس آخر هست اتاق فرمان.
اگر لطف کنیم بریم به بریک. اگر عرض کنم خدمتتون که بریک بعد از اینکه آهنگ زیبایی رو از هم از وطنمون شنیدیم برمیگردیم و من تلفن رو باز میکنم به سوالای دوستان عزیزمون جواب میدم. سپاس فراوان. Okay.
با درود مجدد، من در خدمت دوستان عزیز هستم. اگر میخوان تلفن بزنن من خط اول رو جواب میدم. دوست عزیز شما روی خط هستین، استفاده میکنم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام عزیز، من خواهش میکنم لطفا. خواهش میکنم. من یه مشکلی تو کام دارم که هرچی هم میام بهتون اکس و اماره و هرچی هم که میکنن متوجه نمیشن. بله. من وقتی که میخوام به صورت نشسته از جام بلنشم، یعنی به صورت این که مثلا میخوام زندگی کنم، یه دفعه از جام بلنشم نمیتونم صاف شم، طول میکشه تا بتونم صاف شم. یعنی این پای من از قسمتی که چسبیده به تنم من خیلی طول میکشه تا بتونم پامو حرکت بدم و صاف شم. یعنی منظور شما منظورتون اینه که از قسمت لگن به از قسمت لگن اصلا بله، درست. این پا قسمت بالاش که چسبیده به تنم این صاف نمیشه و خیلی قدم اولی رو که میخوام بردارم خیلی به سخت به سختی هستش. شما چند سالتونه خانم؟ من 44 سالم. جوانم هستین. آیا سابقه صدمه به کمرتون یا حادثه چیزی بوده؟ نه خیلی، ولی من دو تا زایمان طبیعی داشتم که زایمان دومم تحت نظر دکتری هم بودم که چون داشته شدن که موقع پنجم کمرم به دیست که خطیفی داره، برای همین آقای دکتر که به هر حال برای گاهنم پیشون رفتم به نظر دکتری که کمر من معاینه می کردن زایمان طبیعی من انجام دادن. از کمرتون عکس گرفتن، از لگنتون عکس گرفتن، پیش دکتر ارتوپدش بردی؟ بله بله، هیچ چیزی نمیگن، میگن که خاصی نیستش. حتی اتماعاتم کردم میگم هیچ چیز، ولی من این مسئله رو انقدر چند وقته اینجوریه؟ سه ساله که مشکله. خیلی خوشحال شدم، تشکر میکنم تا اونجا که بتونم جواب دوست عزیزم میدم. ببینید اگر که همچین مشکلی هست در انگام ایستاده در میخواید از حالت نشستن حالت ایستادن حرکت بکنید و یک دفعه احساس درد میکنید یا اینکه براتون سخت هست، این میتونه دلیل مختلفی داشته باشه، من جمله اسپازم یعنی گرفتگی عضلات‌ها و یا آرتروس در قسمت مفاصل شما. شما فرمودید که عکس گرفتن و هیچ مشکلی نبوده، این بدون تردید یا گرفتگی عضلات‌های شما هست. دکترتون میتونه بهتون داروهایی رو بده که عضلات‌های شما رو آرام راحت‌تر بکنه، نرم‌تر بکنه، داروهایی مثل سوما و از این قبیل. و اگر که در یک ناحیه مشخصی باعث درد میشه، ممکن باعث اون باعثش نرو پنچ باشه، یعنی نرو شما در بین عضلات شما یا از اون حفره‌ای که رد میشه در قسمت‌های مختلف باید اینا رو نگاه کرد، باعث گرفتگی هست، باید نگاه بکنن ببینن با زدن یک آمپول تزریق میتونن کمک بکنن یا فیزیکاتراپی بتونه بهتون کمک بکنه. به هر حال حتما تحت نظر متخصصتون باشین، بهتون کمک می‌گذارش ازشون بخواید که مطلبی که خدمتتون عرض کردم بهش نگاه بکنن و دارویی بدن که باعث انقباض شدید عضلات شما نشه مثل اسپازم و یا اینکه ببینن اگر نرف پنچ هستش جایی. خط دوم، دوست عزیز شما روی خط هستین، بفرمایید. الو بفرمایید، شما روی خط هستین. سلام آقای دکتر. سلام بر شما خانم، بفرمایید عزیزم. سلام، انشالله که حالتون خوبه، سلامت باشین. درود بر شما. من میخواستم تشکر کنم از این که پال من بالینم عمل کردیم، خیلی عالی، خیلی خوب، راضی هستم و میخواستم یه تشکر بلند بالایی برای پای ناخنهای دخترم که قاط شده بود، با دو تا دکتر تماس گرفته بود، رفته بود چه من رفت و آمد و اینا، دیگه با شما آشنا شد که لطف کردیم باش خوب و عالی شده. میخواستم تشکر بلند بالایی بکنم از شما دکتر عزیز. سپاسگزارم خانم، خیلی ممنون، لطف کردین تلفن کردین. از خانم محترمی که قدردانی کردم من بسیار سپاسگزاری میکنم. من وظیفه من انجام دادم، امیدوارم که استحقاق محبت ایشون رو داشته باشم. خط بعدی رو لطف بفرمید عزیزم. بفرمید، چون روی خط هستین. الو بفرمید. مسکه دوست عزیز. الو سلام آقای دکتر.
دکتر. سلام عزیزم، بفرمایید. ما وقت زیادی نداریم. خواهش میکنم سوالتون رو مطرح. سوالتون رو مطرح بفرمایید. لوپ مطلب رو بفرمایید. ممنون میشم. پاهم آقای دکتر خیلی ضعف میره. بعد شبا نمیتونم بخوابم از ضعف پا. بله. و ضعف میشه خیلی. نمیتونم زیر به هم بذارم. پاتون سرد میشه فرمایید. دولای پاهم خیلی میگیره. طوری که شب از خواب بیدار میشم و درد شدید داره. تا یه مدتی باید همینطور ماساژ بدم تا این باز بشه. ماساژ. من یه دو تا سوال از حضورتون بکنم خانم. آیا شما سردی انگشتان پام دارید؟ بله. از شما میپرسم شما سردی انگشتان پا دارید؟ انگشتان نه. آیا در هنگام راه رفتن شما عضلات پاتون خسته میشه، مجبورید بعد از یه مدت خیلی کوتاهی بشینید و نتونید حرکت بکنید؟ بله. این مشه. بله. 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 من این سوال رو جواب بدم. ببینید در پای تلفن و تلویزیون خب یه اگزامینیشن نیست. من اون اطلاعاتی که دارم در مورد سوالی که مطرح کردن به طور کلی جواب میدم. قاعدتا خیلی فرق میکنه با اینکه تشبیهن توی مطب و سوالشون رو مطرح کنن، مشکلشون رو مطرح کنن. عرض کنم خدمتتون که اگر که عضلاتتون خسته میشه در هنگام راه رفتن، بعد این مدت کوتاهی اگر هنگام شب موقع خوابیدن این عضلات پاتون میگیره، اذیتتون میکنه، نمیذاره شما بخوابید، مطمئنن باید به دو نقطه، به دو کاز اون یا بانی اون نگاه کرد. یکی اون هستش که ببینید آیا خونرسانی به پای شما گنجی کافی هست. خدای نکرده در مسیر راه خون توی سرخ‌رگ‌های شما گرفتگی هست، چون اونها میتونن باعث خستگی عضلات پا بشن. عرض کنم خدمتتون اگر که مشکل از خونرسانی نباشه، قاعدتاً این مشکل از عصب هست. عصب ها که از کمرتون قسمت لامبار میان قسمت پایینی کمرتون، اینها قسمت اندامای پایینی رو پوشش میدن. اگر در اونها دیسکی صدمه خورده باشه و اگر اون حفره هایی درش گرفتگی باشه، میتونه روی اون عصب ها تأثیر بگذاره و در نتیجه عوارض اون رو در قسمت پایین تر پاتون میبینید. همه اینها باید عکس برداری بشه، باید امارای بشه، باید نگاه کرد توی کلینیک اگزام کرد ببینیم که. ولی من از دو حالت به طور به 90% خارج نیست. یا مشکل خون رسانی دارید به اندام های پایین پاتون، یا اینکه مشکل صدمه عصب که از ناحیه کمرتون به سمت پایین، همه اینها باید بهش نگاه شده باشه. دوست عزیز شما هستین، روی خط بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستین. سلام عرض میکنم آقای دکتر. سلام عرض بنده است خانم. خواهش میکنم. من خیلی سپاسگزارم از شما. من قبلا پشت پام درد میکرد. شما به من گفتید تفی بذارید پام خوبه، خوب شد. ولی الان آقای دکتر من گودی پام خیلی درد میکنه. بعد روی پام هم این استخونهای بین انگشتان تا ساق پام روش هم خیلی درد میکنه. بعد مسکن که میخورم پام زفت میره، مثل یکی قلقلکش بده. هیچ نوع مسکنی آقای دکتر من نمیتونم بخورم. امارای هم کردم، تست عصب هم کردم، گفتن گرفتگی توی کمرم رو چی نمیتونم بیادم رفته، گفتن گرفتگی داری برحال، باید جراحی بشه که جراحی نکردم. بعد از میابی هم خدمتون داریم. سوالی من حضورتون بکنم، چند مدت هست که این تو کفشی رو پاتون گذاشتین توی کفشاتون؟ چند وقت از این تو کفشی ها استفاده میکنید؟ بله الان حدود 7 ماه. شما به من گفتید که پاشنه پا خیلی درد میکرد. شما فهمیدین از این کفشی هایی که ساعت کاپه بذارید. گذاشتم خوشبختانه خوبه، خوب شده. آیده تو دردی در بینم، یعنی تو خونم کفش ورزشی با من اون کاپ هم توی کفش هم هم میشه. بله از موقعی که این تو گودی پام خیلی درد میکنه. من متشکرم. بله از موقعی که این تو کفشی ها رو یا این هیل کاپ ها رو شما استفاده میکنید این درد ها شروع شده؟ نه 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 آقای دکتر نه.
جدیدن شروع شده، یه 3 ماه شده. اجازه بدین من سوال خانم رو جواب بدم تا اونجایی که بتونم. یه مطلب خیلی مهمی به ذهن من رسید این در این حالی که دوست عزیزم این سوال رو میکردم، اون این هستش که وقتی شما کفشتون رو عوض میکنید و زمانی که تو کفش جدید میذارید توی کفشاتون یا هر زمان تغییراتی ایجاد میشه، این فقط تأثیر اون خودش رو فقط روی پاهای شما، یعنی زیر مچ پای شما پای اشاره میکنم، نمیگذاره، بلکه در تمام اندام شما. عرض کردم خدمتون که اندام حرکتی یا اندام هایی که باعث حرکت انسان میشه، اینها مکانیزم خیلی پیچیده داره. تمام این عضله ها همه با هم دیگه کار میکنن. وقتی که پا کوتاه بلند میشه یا حتی اگر نوع کفش و اون تو کفشی که شما استفاده میکنید فرق بکنه، هر بار که استفاده میکنید یا از این کفش به اون کفش یه کفشاتون رو مرتب عوض میکنید، این همونطور که عرض کردم سنسری هایی که سنسری سیستمون سیستم مثلا اطلاعاتی کف پا که این اطلاعات رو به مغز میفرسته، به مغز اون رو ما به صورت انالایز میکنه و تجزیه تحلیل میکنه و بعد کامند میده، دستور میده به عضلات مختلف همه جای بدن که در این بالانس رو ایجاد بکنه، همه اینا تغییر میکنه و در نتیجه پوشیدن اونها. من دوستانی داشتم، یعنی بیماران عزیز که اومده بودن براشون تو کفش جدید و اینها گرفتیم، اومدن گفتن من اینو امروز اول 8 ساعت پام کردم و الان کمرم درد میکنه و نمیدونم رونم درد میکنه. به خاطر این هستش که باید شما تدریجا به این عادت کنید، یعنی وقتی کفشتون عوض میکنید توی کفش جدید میگیرید از دکترتون، روز اول باید یه نیم ساعتی پاتون کنید توی خونه این ور اونور، 1 ساعت روز بعد و همینطور ذره ذره اضافه بکنید تا عرض 7-8 روز بتونید اون رو در طول مدت در طول روز پاتون بکنید. خیلی مهم هست و من همیشه گفتم که سعی کنید انواع و اقسام کفش‌های از مدل‌های مختلف و اینها پرهیز کنید. سعی کنید اون کفش که با شوهرت هستید تقریبا توی همون مدل، همون کمپانی یا همون شکل ازش بیشتر استفاده بکنید. این دردایی هم شما بهش مطرح کردین واقعا سخت هست برای من ببینم که پای تلفن ببینم چی هست. مطمئنا باید رجوع بفرمایید به متخصص پا تا بهتون کمک بکنه. فکر میکنم تلفن آخر هست که ما جواب بتونیم بدیم. دوست عزیز من بفرمایید، ایریه کد 647 بفرمایید، شما روی خط هستید. الو دوست عزیز من، شما روی خط هستین بفرمایید. الو الو بفرمایید خانم. سلام عرض کردم آقای دکتر. خواهش میکنم خانم، سپاسگزارم. آقای دکتر خواستم بگم که من تقریبا دو ماه و نیم پیش شروع کردم به راهپیمایی کردن. البته این درد و کف پای خودم احساس میکردم، ولی آرگی همش می کردم خب بیز اوکی بذار را برم شاید امروز فردا خوب بشه. این درد همش پای راستم هستش، کف پام. بله. همش این درد با من بود و توی یک بعد از یک دو هفته استاب کردن دیگه اون را پیمایی رو نرفتم، بعد این به خاطر درد شدید کف پام بود، ولی الان تمامی در دیسموتی دیگه نمیرم، ولی این درد مدام با منه. بله، اجازه بدید من بهتون توضیح بدم. خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون، از دوستانم من معذرت میخوام اگر که زود قطع میکنم به خاطر کوتاه بودن برنامه، از شما عذر میخوام. قبل از اینکه جواب دوست عزیزمونو بدم، مقاله هایی که من در مورد همین مسائل پا و درد و اینها که مربوط به پا میشه، اینها رو من در روزنامه هفت بازار مینویسم، در روی سایت خود من هم اینها دانلود شده، میتونید مقاله ها رو بخونید در hollywoodfoodclinic.com. این مقاله ها رو اگه دسترسی بهشون پیدا کنید، من در موردش فکر کنم 16 مورد توی این تلویزیون صحبت کردم از انواع و اقسام مشکلات پا، همینطور توی روزنامه هفته بازار حدود 5-6 تا مقاله مختلف نوشتم. آخرین مقاله‌ای که من نوشتم در مورد درد و خار پاشنه پا هست، خیلی مفصل این رو توضیح دادم. درد کف پای شما میتونه دلایل بسیار زیادی داشته باشه، من جمله ترکی که در استخوانتون میفته به خاطر راهپیمایی زیاد، به خاطر نداشتن کفش مناسب، میتونه به علت پارگی اندام های نرم باشه مثل اون بندی که در زیر پا هست، ما بهش میگیم پلنتر فاشیا، یا میتونه صدمه به تندون تاندومای پشت پاتون یا پی پاتون باشه، بودن سیست و همینطور میتونه دلایل خیلی
بدتر از اون داشته باشه، خدا نکرده میتونه دلیل سرطانی و غیره، البته خیلی نادر هست، ولی باید همه اینها بهش نگاه شده باشه. مطمئنا اولین کار، بهترین کار این هستش که مراجعه بکنید به متخصص خودتون، متخصص پا، بهتون کمک بکنه، عکس بگیره و ببینه که مشکلتون کجا هست. من دکتر مجید سیدین هستم، متخصص و جراح پا در شهر انسینو در کالیفرنیا. آدرس من هست 17777 Venture Boulevard، شماره 252. تلفن من پشت سر من نوشته شده 818-654-8360. خیلی سپاسگزارم از تمام دوستان عزیزم که لطف کردن روی تلویزیون اومدن و از من سوال کردن. ازشون عذر میخوام اگر که جوابهای من کافی نبود. به هر حال اگر در منطقه هستین، من در خدمتون هستم. اگر در خارج از منطقه هستین، دوستان من، همکاران من هستند در اطراف کشور، میتونم به شما کمک بکنم. بیاد داشته باشین که پای شما قلب دوم شماست، بسیار اندام ارزشمندی هست. از زمانی که از خواب بیدار میشید تا زمانی که میخوابید روی دو پاتون هستید، یعنی که براش ارزش قائل باشید و اون پا از شما کیر تکر میکنه، شما هم از اون تکر کنید. با درود فراوان خدمت همین عزیزم، زنده باد مردم ما و پاینده باد ایران. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. تو به جای منم داری زج میکشی، یکی عاشقته که تو